فشارهای جدید کنگره آمریکا علیه توافق بوئینگ با ایران، روابط تهران با هماس، استراتژی جدید دولت ترامپ در برابر کره شمالی و افغانستان و نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری آمریکا موضوع شش مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. آدم کریدو در مقاله ای در واشنگتن فری بیکن با عنوان کنگره در میان توافق با بوئینگ در صدد سرکوب ارتباط تروریستی خود هوایی ایران است می نویسد بر مبنای یک طرح دو هزبی در کنگره آمریکا که مشخصاً ماهان ایر را هدف قرار داده است قانونگذاران از وزارت امنیت داخلی و دیگر نهادهای دولت ترامپ میخواهند فهرستی از تمام فرودگاههایی که هواپیماهای ماهان ایر در آن به زمین مینشینند را به کنگره ارائه دهد از این اطلاعات برای تقویت تدابیر امنیتی در قبال هواپیماهایی استفاده خواهد شد که قصد ورود به آمریکا را دارند علی وی که در مقاله در بریت پارت با عنوان گزارش ایران و حماس به هم نزدیکتر می شوند به نقل از یک گزارش در الحیات می نویسد منابع فلسطینی می گویند یا سنوار رئیس جدید دفتر سیاسی حماس در نوار غزه نقشی حیاتی در بهبود روابط ایران و حماس ایفا کرده است. این امر موجب افزایش کمک های مالی تهران به شاخه نظامی حماس شده است. مقام های فلسطینی در دولت محمود عباس بارها از نقش مخرب تهران در تعمیق شکاف سیاسی میان رام الله و غزه انتقاد کردند. رابرت لیتووک در مقاله در آتلانتیک با عنوان یک توافق هسته‌ای به سبک ایران با کره شمالی بهترین دستاورد آمریکا می تواند باشد می نویسد مخالفان در آمریکا در مقابل هر توافقی که منجر به برسر قدرت ماندن کیم جونگ اون با یک زرادخانه هسته‌ای محدود شده شود مانع تراشی خواهند کرد. در مورد برجام هم روشن شد که حتی توافقی پیش از دستیابی یک کشور به تسلیحات هسته ای را حلی ناقص است زیرا ماهیت رژیم که منبع تهدید است را در نظر نمیگیرد پرسش این است که آیا دولت ترامپ چنین توافق ناکاملی را با کره شمالی خواهد پذیرفت اگر چنین نشود رئیس جمهوری آمریکا با گزینه‌های بدی چون بمباران یا تسلیم روبرو خواهد بود ناتالی جانسون در مقاله‌ای در واشنگتن فری بیکن با عنوان پنتاگون اوایل هفته ای آینده استراتژی جدید افغانستان را به کاخ سفید می‌فرستد می مقام های وزارت دفاع آمریکا استقرار تا 5000 نیروی بیشتر در افغانستان را در نظر دارند هدف از این امر مشارکت بیشتر در مشاوره و کمک به عملیات نظامی نیروهای محلی در حال جنگ با طالبان است مارک لندلر و پیتر بیکر در مقاله‌ای در نیویورک تایمز با عنوان عربستان سعودی و اسرائیل در برنامه نخستین سفر خارجی ترامپ خواهند بود، می نویسد مشاوران پرزیدنت ترامپ میگویند نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری آمریکا نشانه ای از عزم آمریکا برای شکل دادن به اطلافی قدرتمند علیه نیروهای واپسگرا و متعصب است. مقامات کاخ سفید میگویند رهبران خارجی تمایل بیشتری به کمک به آمریکا در این راه دارند. اگر اختلافات بر سر حقوق بشر و دیگر مسایل در ایان مطرح نشود. جولین بورجر در مقاله‌ای در گاردین با عنوان ترامپ امیدوار از نخستین سفر خارجی اش سر و صدا پا کند اما مخاطرات همچنان باقی است می نویسد رئیس جمهوری آمریکا پیش از شرکت در اجلاس سران ناتو در بروکسل بلژیک و نشست گروه هفت در سیسیل ایتالیا راهی سقوط به ادیان ابراهیمی عربستان سعودی اسرائیل و ایتالیا می شود. سفر پرزیدنت ترامپ به خانه جهان اسلام می تواند ترمیم کننده چهره او در صحنه بین المللی در ارتباط با طرح ممنوعیت ورود اتباع چند کشور با اکثریت مسلمان به با آمریکا باشد. سامان پژوهان صدای آمریکا